مارینا گلبهاری دختر فیلم اسامه کجاست؟ از قدم زدن روی فرش اسکار و گلدن گلوب تا کمپ‌های مهاجرین در فرانسه، سفر دشوار و نفسگیر ستاره فیلم اسامه. سلام، با SSP سریز خوش آمدید. در اواخر سال 2001 میلادی، مارینای گلبهاری که صرف 10 سال داشت در نقش مرکزی فیلم اسامه که برنده جایزه گلدن گلوب و نامزد برای اسکار شد، وارد سینمای افغانستان شد. تمثیل مارینا گلبهاری در فیلم اسامه مورد استقبال گرم سینماگران در افغانستان و در سطح جهان قرار گرفت. و در یک چشم به هم زدن، مارینا گلبهاری روزنامه فروش جاده های کابل مبدل به یک ستاره مشهور سینما شد. او قبل از بازی در فیلم اسامه در جاده های پایتخت روزنامه می فروخت و شاهد سرنگونی رژیم طالبان بود که پدرش را در پیش چشمانش لتوکوب کرده بودند. مارینا در فیلم اسامه نقش دختری را بازی می کند که در زمان رژیم طالبان لباس پسرانه می پوشد که بتواند در جاده ها به آزادی گشت و گذار کند. فیلم اسامه که نقش مرکزی آن خانم مارینا گلبهاری می باشد، کاری از کارگردان ناماشنای سینمای افغانستان صدیق برمک است. این فیلم به جایزه اسکار کاندید شده و برنده جایزه گلدن گلوب شناخته شد و مارینا گلبهاری برای بازی خوبش در فیلم اسامه از آدرس های مختلف دنیا جوایز و عناوین بزرگی را دریافت کرد. مارینا بیان می کند که سینما زندگی من است و در فیلم می توانم همه چیز را در مورد مردمم بگویم. کار خوب مارینا گلبهاری در فیلم اسامه فرصت این را برای کارگردانان مهیا کرد تا او را در 11 فیلم دیگر فرصت کار روی پرده سینما بدهند. مارینا گلبهاری بر علاوه فیلم اسامه در 11 فیلم سینمایی و در یک سریال نقش بازی کرده است. یکی از فیلم‌های ارزشمند دیگر مارینا گلبهاری که می‌شود به آن توجه کرد، فیلم بزرگ سینمایی جنگ تریاک است. جنگ تریاک هم یکی از فیلم‌های زیبا و دیدنی سینمای افغانستان است که کارگردان این فیلم، کارگردان دلخواه مارینا گلبهاری یعنی صدیق برمک است. در این فیلم هم مارینا گلبهاری زیبا درخشیده و با تمثیل عالی خود توجه همه را به خود جلب داشته است. این فیلم هم از آدرس های مختلف جشنواره های بین المللی تقدیر و تمجید شد و حائز جوایز مختلفی از جشنواره های بزرگ دنیا شد. مارینا گلبهاری با یک تن از هنرپیشه های افغان که در سریال سپر نقش یک افسر پلیس را بازی کرده است، یعنی نورالله عزیزی، ازدواج کرده است. اینها می افزایند که اولین ملاقات اینها در پیامخانه فیسبوک صورت گرفت، ملاقاتی که منجر به ازدواج شد. نورالله عزیزی، همسر مارینا گلبهاری، ستاره محبوب سینمای افغانستان، اضافه می کند که از این ازدواج آنها و از پیوند آنها خانوادهشان رضایت ندارد. عزیزی اضافه می کند که حتی به خاطر این که همسر من یک هنرپیشه سینما است، خانواده هم در مراسم ازدواج ما اشتراک نکردند. اصل ماجرا زمانی آغاز می شود که مارینا گلبهاری در جشنواره در کوریای جنوبی اشتراک می کند و از وی تصویر سربرهنه به صفحات اجتماعی نشر می شود. نورالله عزیزی، شوهر مارینا گلبهاری، می افزاید که با نشر این تصویر مشکلات زندگیشان روزافزون شده بود و از آدرس های مختلف مبنی بر کرکتر مارینای گلبهاری پوست های مختلف و دست نشر سپرده می شد. این پوست ها و تبصره ها بالای روحیه خانواده عزیزی تأثیرات ناگوار گذاشتند و روابط عزیزی و خانمش را با خانوادهش از گذشته تیره تر ساختند. داستان به اینجا خلاصه نمی شود. حتی ملا امامی در کاپیسا حکم اعدام غیابی مارینا گلبهاری را صادر کرده است.
چند ماه قبل مارینا گلبهاری ستاره پرطرفدار سینمای افغانستان و نورالله عزیزی شوهرش به خاطر اشتراک در جشنواره حازم پاریس شدند. چندی نگذشته بود که فرانس پرس خبر دوباره برنگشتن ستاره محبوب سینمای افغانستان یعنی مارینا گلبهاری را با همسرش به دست نشر سپرد. حال مارینا گلبهاری و همسرش در یکی از کمپ‌های نمناک مهاجرین پاریس زندگی می‌کنند. فرانس پرس می‌افزاید که مارینا بیان داشته است که هنوز هم در پاریس نمی‌تواند در اجتماعات عمومی حضور پیدا کند و یا در برنامه‌های فرهنگی اشتراک کند. با ترس این که مبادا کسانی که وی را تهدید به مرگ کرده اند در فرانسه هم به آنها آسیب برسانند. مارینا از ترس تهدید کننده ها زمانی که می خواهد به محله های عمومی حضور یابد با پوشش خاصی در میان مردم ظاهر می شود تا کسی او را نشناسد. نورالله عزیزی همسر مارینا گلبهاری می گوید که من همسرم را دوست دارم و همیشه مواظب آن خواهم بود. و می افزاید که ما هیچ گونه تصمیم بودن در پاریس را نداشتیم و هیچ چیزی با خود نیاورده ایم. این که ما چرا دوباره افغانستان برنگشتیم، اوضاع نامناسب و فشارهایی که مبنی بر تهدید زندگی من و همسرم بود ما را واداشت که به پاریس بمانیم. این در حال اتفاق می افتد که آقای صدیق برمک هم 2 سال قبل به فرانسه درخواست پناهندگی داد و حال در پاریس مسکن گزین است. آقای برمک علت پناهندگی خود را خروج زودهنگام نیروهای خارجی از افغانستان دانست و بیان داشت که فرصت فراهم آمده از حضور بین المللی در افغانستان برای هنرمندان آهسته آهسته به پایان می رسد و در شرایط حاکم تضمین برای جان هنرمندان وجود ندارد. برای آگاهی از آخرین خبرها دیدن بهترین فیلم‌های افغانی پشت صحنه فیلم‌ها و آخرین خبرها در مورد سینمای افغانستان همیشه چینل SSP سیریز را دنبال کنید. اگر چینل ما را تا حال سابسکرایب نکرده اید، چینل را سابسکرایب کرده، ویدیو را لایک کرده، دیدگاه هایتان را پای ویدیو با ما شریک سازید و اگر ویدیو را پسندیدید با عزیزانتان در صفحات اجتماعی دست به دست کنید. تشکر.